بعد از سه بار اضافات جسمی بود. یک لحظه اجازه. با مرحوم حاجم الله آجان بعد از فوت ارتباط جسمی هم داشته اید؟ یک بار بود نماز نزدیک های نماز مغرب بود، میخواستم برم مسجد، بعد دیدم بوی عطر میاد. همیشه هم اگر جسم بیاد قبلا بوی عطر مخصوص میاد. من وایستادم دیدم بعد تشف آوردن. سرم کجا گفتم وقت نماز از آقا میخوام برم نماز. فرمودن نماز مغرب همینجا بخون و زودتر خودت برسان بلوار پایین پشت گنبده. پنج یتیم از اونجا سه روز غذا نخوردن، فوراً برای اونا غذا تهیه کن. من نماز مغرب خوندم و با عجله خودم رسوندم اونجا. وقت در باز کردم، خانمی که در باز کرد من دید، گفت منتظرت بودم. فرزند حاج آقا هستی؟ گفتم من. رفتم و دیدم یه زورو انداختم و پنج نفرم اونجا گرسنه. برای اونا شام تهیه کردم. بعد از تحقیقات معلوم شد شوهرشون فوت کرده و اینا بی سرپرست. دوست داشتم توسط اون تحقیق کردم، دیدم ایشان بیمه است. به بیمه معرفه کردیم و بعد از اون حقوق ماهیانه از بیمه میگیرند و الحمدلله هست. یک روزم طرفای زور بود، نزدیک عید قدیر بود، ایدم حاضر شدم. فرمودم بذارم میانه پشت حسینگی اعظم، البته نامشون نمیارم که از نظر شرعی خوب نیست، آبرو دارم. فرمود ایشون یه دختر داره سازاته، موقع عرض بشه جهازیه نداره، ایشون میخواد پس بده و دختر نده. شما برو هر چه در توان داره برای اونا جهازیه تهیه کن. من رفتم در زدم، شما که از گفتم فرزند فلانه، گفت منتظرم. من وارد شدم، بعد از سوالات گفت بله من میخوام دخترم پس بگیرم، پس ندم برایشون. تون چرا؟ گفت جهازیه نداره، ما بریم من مقداری پول داره. حالا از لطف خداوند و روح حاج آقا وارد بازار شدیم که من بشناسن که نشناسن، هر موقع گفتم ببر جنس و هر وقت پول داشته بیاد. اینش خیلی تعجب آور بود. جزی هم من نمیدونم بودم فیلم و اگر یک پول کسته گفت ببر پولو دارم و اگر نمیدونم بلور در برو بعد هر وقت خواسته بیار. ما این تحقیه کردیم و الحمدلله اینا زن شوهر شدن و الان صاحب دو فرزندن.